بسم الله الرحمن الرحیم کشته شدن دو عضو جبهه مقاومت ملی در درگیری با طالبان در کاپیسا جبهه مقاومت ملی افغانستان می گوید که دو نفر از نیروهایش در درگیری با طالبان در ولایت کاپیسا کشته شدند این جبهه گفته است که جمعه شب 18 هود یک گروه عملیاتی نیروهایش در شهرک ده بابا علی مرکز کاپیسا با طالبان درگیر شدند در خبرنامه جبهه مقاومت ملی آمده است که در جیرانین درگیری دو نفر از نیروهای این جبهه کشته شدند و بعد طالبان نیز تلفات وارد شده است این جبهه درباره تلفات طالبان آمار دقیق ارائه نکرده است در همین حال منابع گزارش می‌دهد که طالبان سه تن را به اتهام همکاری با جبهه مقاومت ملی در تخار بازداشت کرده است یک روز بعد از حمله نیروهای جبهه مقاومت ملی بر یک موتر حامل جنگجویان استخبارات طالبان در تخار منابع میگویند که جنگجویان این گروه سه تن را به اتهام همکاری با این جبهه بازداشت کردند منابع شنبه شب زیهود به روزنامه هش صبح تایید کردند که این افراد از ولسوالی فرخار بازداشت شدند منابع گفته است که این افراد محیب الله سردار و بای محمد نام دارند و باشندگان این ولسوالی می باشند بر پایه اظهارات منابع بازداشت شدگان هیچ گونه ارتباط با جبهه مقاومت نداشته است باید افزاد که طالبان عموما در مورد این گونه بازداشت ها ابراز این نظر نمی کنند گفتنی است که روز گذشته جمعه 18 هوت جبهه مقاومت ملی مدعی شد که در پی حمله نیروهای این جبهه بر اگراد موتر حامل جنگجویان استخبارات طالبان در این ولایت سه از گروه طالبان را کشته و چهار تن دیگر آنها را زخمی کرده است با این حال ادامه قتل های مرموز یک جوان به گونه مرموز در کابل کشته شد منابع محلی میگویند که یک جوان به گونه مرموز در ولسوالی شکردره کابل کشته شده است منابع روز یک شنبه به سهود به روزنامه هشت صبح گزارش داده است که این فرد دو روز پیش در منطقه قلعه مراد از مربوطات ولسوالی شکردره به قتل رسیده است باید افزود که این جوان سمیر نام داشته و در نزدیکی خانهاش کشته شده است تاکنون انگیزه قتل این جوان مشخص نیست و طالبان هم در این مورد ابرازی نظر نکرده است گفتنی است که بعد از به قدرت رسیدن دوباره طالبان آمار قتل های مرموز و هدفمند در بخش های مختلف کشور افزایش یافته است صبح روز گذشته نیز یک مرد کهندسال به گونای مرموز به قتل رسیده بود جسد او از حوزه ششم امنیتی شهر غزنی پیدا شده است بیننده های محترم کانال شهر نیوز نظر شما در مورد خبرهای مهم امروز چیست نظر خود را در کامنت های همین گزارش با همه به اشتراک بگذارید تشکر از اینکه تا آخرین گزارش با ما همراه بودید تا گزارش شاید دیگر خدا نگهدار